سرخط خبرها. پخش اعترافات اجباری 355 نفر در تلویزیون ایران طی یک دهه گذشته. دو نهاد حقوق بشری میگویند صدا و سیما به بیش از 500 نفر افترا زده. تشدید بحران کرونا در جنوب و غرب آمریکا. در فرانسه اما برج ایفل از قرنطینه درآمد. اعتراض به تصمیم اسرائیل برای الحاق بخشی از سرزمین‌های فلسطینی. دبیر کل سازمان ملل می‌گوید نقض جدی قوانین بین‌المللی است. و رویای صلح در شبه جزیره 70 سال بعد از آغاز جنگ کره. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران میگوید رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی با همکاری دستگاه های امنیتی و ابزاری برای سرکوب گسترده مردم این کشور تبدیل شدند. این دو نهاد در گزارشی مشترک اعلام کردند که سازمان صدا و سیما طی یک دهه اخیر دست کم اعترافات اجباری 355 نفر را منتشر کرد. آنها همچنین گفتند این سازمان در این مدت علیه 505 نفر محتوای افترا آمیز پخش کرده. برای صحبت در این باره شادی امین از سازمان عدالت برای ایران از فرانکفورت آلمان با ما هستند. خانم امین، به چه مناسبتی چنین گزارشی منتشر میشه؟ چون میدونیم که موضوع اعترافات اجباری خیلی مطرح شده و این گزارش چه نکات تازه‌ای داره؟ ببینید، اعترافات اجباری همونطور که گفتید بارها موضوعش مطرح شده، یعنی هر بار که کسی دستگیر میشه و اعترافاتش پخش میشه به بحث تبدیل میشه. چرا این اعترافات گرفته میشه اساسا؟ بعضی وقتا گفته میشه که همه مردم که میدونن این تحت فشاره، پس چرا اساسا جمهوری اسلامی همچنان این روش رو به شدت تعقیب میکنه و انجام میده؟ این هستش که در واقع این اعترافات قرار هست که یک اسنادی رو علیه متهم بده به جامعه، جامعه رو ساکت بکنه برای در مقابله با تمام مجازات های شدیدی که بر این افراد اعمال میکنه و غیره. اما تا به حال بحث این موضوع نبوده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پخش کننده این اعترافات اجباری هست خودش در شکنجه نقش داره، چرا که خودش مسئولینش و این به عنوان نهاد، چرا که مشاهده شده و در این گزارش هم خواهید دید که بسیاری از کسانی که اعترافاتشون پخش شده در هنگام پخش این اعترافات مجدداً آسیب روحی دیدن، بسیاری خانواده هاشون متلاشی شدن پس از پخش این گزارش ها، مواردی از خودکشی در خانواده ها وجود داشته و به این معنی آنچه که این گزارش رو تازه میکنه و نکته‌ای که روش اهمیت در واقع تاکید کرده موضوع متهم بودن صدا و سیما در اعمال شکنجه بر روی متهمان سیاسی است. در آستانه روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه که فردا هست 26 ژوئن این گزارش منتشر میشه و گفته شده که این اعترافات که بعضن با بیشتر با شکنجه هم همراه هست، اینها خودش باید مورد پیگرد قرار بگیره. چطور باید این اعترافات مورد پیگرد قرار بگیره و چه نهادی باید پاسخگو باشه؟ ببینید، واقعیت اینه که متاسفانه در سطح جهان این موضوع نیستش که در کشورهای زیادی اعمال بشه و در این مورد آگاهی عمومی وجود داشته باشه. این نوع شکنجه، یعنی کسب و اخذ اعترافات اجباری و پخشش در رسانه‌های اون کشور، تنها در کشورهای چین، کره شمالی و ویتنام و جمهوری اسلامی صورت میگیره. به نظر میاد جمهوری اسلامی در واقع درسش رو از چنین استادانی میگیره و اینکه حول این قضیه بشه در سطح بین المللی کار کرد، اول اینه که ما بتونیم تلاش بکنیم که پخش این اعترافات و هر گونه نهادی که در این موضوع نقش داره به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته بشن، تلاش بشه که از تمام امکاناتی که به در واقع قربانیان این نوع شکنجه اجازه رفتن به دادگاه و شکایت میده، این نوع اقدامات
تشویق و حمایت بشه از طرف نهادهای بین‌المللی و تلاش ما با فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر که این گزارش مشترک رو تایید کردیم، این خواهد بود که در ادامه کارگل این گزارش با تلاش برای در واقع تصویب چنین قوانینی تو سطح جهان پیش بریم تا بشه ادامه این کار رو به شکل حقوقی هم داد. این گزارش تا حد زیادی مسئولیت رو بر عهده صدا و سیمای ایران میگذاره، نهادی که خب به هر حال زیر مجموعه حاکمیت ایران هست. آیا واقعا میشه چنین انتظاری داشت که مثلا یک نهادی است که زیر مجموعه چنین حاکمیتی هست بتونه تنهایی مسئولیت قبول کنه؟ ببینید، انتظار این که اونها مسئولیت بپذیرن انتظار بیهوده است. واقعیت اینه که مسئول صدا و سیما توسط رهبر جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه ای انتخاب میشه و به این معنی کنترل و نظارت شدیدی سر رفتار این نهاد هست. آنچه که در این گزارش میبینیم اینه که این نهاد در کنار وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سرکوب و شکنجه متهمین نقش دارن و این امر بسیار مهمیه و برای ما پاسخگو کردن این نهاد به معنی این هستش که تمام دفاتر نمایندگیش در خارج از کشور در کشورهایی که ما تلاش خواهیم کرد این دفاتر باید بسته بشن به عنوان نهادهایی که در شکنجه نقش دارن در نقض حقوق بشر. ما تلاش خواهیم کرد که مسئولان این نهادها که به خارج از کشور رفت آمد دارن، احیانا سرمایه گذاری هایی دارن، در لیست تحریم ها و مجازات های حقوق بشری قرار بگیرن و امکان این نوع اقدامات رو در آینده پیدا نکنه. متشکرم از شما شادی امین از سازمان عدالت برای ایران در فرانکفورت آلمان. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. بر اساس آمار وزارت شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی خرداد ماه امسال با 2 میلیون تومان افزایش به 19 میلیون تومان رسیده. میزان معاملات هم نزدیک به 5% کمتر شده. همزمان گزارش‌ها از رشد بی‌رویه قیمت اجاره مسکن در شهرهای بزرگ و شیوع پدیده‌هایی مانند اجاره پشت بام‌ها در بعضی از مناطق تهران گزارش شده. از جمله شهردار منطقه 22 تهران گفته در این منطقه اغلب کارگران درخواست اجاره پشت بام دارند. امسال مبلغ اجاره پشت بام شبیه 50,000 تومان گزارش شده که 2 برابر قیمت پارسال است. خانواده هدایت عبدالله پور، زندانی کرد محکوم به اعدام، میگویند بعد از 44 روز بیخبری از سرنوشت او، دیروز مسئولان زندانی گواهی فوتش را تحویل دادند. به گزارش سازمان هنگاو به نقل از اعضای خانواده آقای عبدالله پور، او در یکی از پادگان‌های اشنوی تیرباران شده. حزب دموکرات کردستان ایران هم با انتشار بیانیه‌ای خبر تیرباران این عضوش را تایید کرده. در گواهی فوت که به خانواده او تحویل داده شده، علت مرگ برخورد اجسام سخت و تیز اعلام شده. رئیس بانک مرکزی ایران در واکنش به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره خشم مثلا میخوام درباره چشمانداز اقتصاد این کشور گفته رشد منفی 6% برای امسال در بدبینانه ترین سناریوهای پیش بینی بانک مرکزی هم وجود ندارد. عبدالناصر همتی گفته این صندوق اشتباه محاسباتی سال پیش را تکرار کرده. صندوق بین المللی پول دیروز در گزارش اعلام کرده بود رشد اقتصادی ایران برای سومین سال پی‌پی منفی خواهد بود، اما سال آینده به مثبت 3.1% خواهد رسید. آبگیری سد گتبند در جنوب ایران و بالا آمدن سطح آب دریاچه این سد باعث شده در روستای پرنوشته و تلخاب از توابع مسجد سلیمان به زیر آب بروند. آبگیری این سد همچنین به مردم، دامها و جاده‌های روستایی خسارت زده. در سالهای گذشته هم آبگیری سد گتبند در فصل تابستان وضعیت مشابه ایجاد کرده. وزارت دفاع ایران از تحویل 3 فروند جنگنده جدید به نیروی هوایی ارتش خبر داده. پارسال از جنگنده کوسر به عنوان اولین جنگنده تمام ایرانی رونمایی شد و خط تولید آن هم چند ماه بعد به راه افتاد. اما کارشناسان میگویند این هواپیما با تغییراتی در جنگنده F-5 آمریکایی ساخته شده که از قدیم در ارتش ایران وجود داشته.
بیش از 500 نفر از چهره‌های بین‌المللی از جمله رؤسای جمهوری سابق کشورها، برندگان جوایز نوبل و رهبران سیاسی هشدار دادند بعضی از دولت‌ها از همه‌گیری ویروس کرونا برای تضعیف آزادی‌های مدنی استفاده می‌کنند. آنها در نامه سرگشاده نوشتند حکومت‌های اقتدارگرا از این فرصت استفاده می‌کنند تا منتقدان را ساکت کنند و قدرت خود را افزایش دهند. آنها گفتند حتی بعضی از دولت‌های دموکراتیک هم با وضع مقررات فوق‌العاده حقوق بشر را محدود کردند. بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، دیوان عالی کشور حکم اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه پارسال را تایید کرده. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یکی از وکلای پرونده گفته امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 3 نفری هستند که حکم اعدامشان تایید شده. گفته شده آنها به اتهام محاربه و مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی محاکمه شده بودند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای آنها را به شدت ناعادلانه خوانده بود. رضا رئیسی، وکیل دادگستری از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای رئیسی، ابتدا در مورد این اتهام‌هایی که به این افراد وارد شده و احکامی که صادر شده، آیا چقدر اتهام‌ها متناسب هست و چقدر این احکام متناسب با این اتهام هاست؟ ابتدا من تصدیق کنم، من حسین رئیسی هستم و اتهاماتی که مطرح شده اتهامات بسیار بزرگی هست که نیاز به رسیدگی خیلی دقیق و منصفانه و عادلانه داشته و از جمله محاربه. اتهام محاربه به خصوص در قانون مجازات اسلامی جدیدی که در ایران هست الزاماً باید شخص مسلح باشه و اقدام مسلحانه انجام داده باشه تا مستاق محاربه تحقق پیدا کنه، اما هیچ دلیلی ما در حال حاضر با اطلاعاتی که ناقصی که از پرونده داریم در اختیار نداریم که نشون بده که اونها مسلح بودن یا اقدام مسلحانه انجام دادن. متاسفانه به دلیل اینکه تعداد زیادی کشته شدن در حوادث اعتراضات آبان گذشته، در حقیقت این حکم میخواد یک نوع سرپوشی بر اون کشته شدگان و به اون رفتار ناعادلانه‌ای که اتفاق افتاده نسبت به مردم در خیابان، ادامه اون رفتار به وسیله دادگاه انقلاب پشت درهای بسته بدون حضور هیئت منصفه، بدون حضور وکیل و همچنین همراه با اعمال فشارهای زیاد، در حقیقت این اتهام‌ها و نحوه در واقع پروسه‌ای که این اتهامات رو در حقیقت به اثبات از نظر قاضی صلواتی رسونده و متاسفانه دیوان عالی کشور تایید کرده، همواره همه اونها یک زنجیره‌ای هست که میخواد سرکوب در اعتراضات رو نشون بده و بزرگی اون حجم اون رو نشون بده و از این نظر در حقیقت هیچ گونه سندی در اختیار نیست که نشون بده که دادرسی عادلانه تحقق پیدا کرده و همچنین اصل محاربه در اینجا امکان اثباتش نیست و به باور من نظر حقوقی مطابق با استانداردهای حقوق داخلی ایران این اتهام در حقیقت به اینها نمیتونه نسبت داده شد. در مورد این 3 نفری که الان به حکم اعدامشون تایید شده، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در مورد اینها بیشتر چه میدونیم؟ اون چیزی که میدونیم این هست که اونها در اعتراضات حضور داشتن. اونها جوانانی هستن که از محله های پایین شهر تهران هستن. اونها یکی از اونها مشخصا بازداشت شده و بعد با وسیله آزاد شده. وقتی که کسی بازداشت میشه و وسیله آزاد میشه، این پیام رو میده که یعنی اون نقش جدی در موضوعی مشخصی نداشته، اتهام چندان مهمی منتسب به اون نبوده که وسیله آزاد میشه. بعد چیز دیگه که میدونیم این هست که دادگاه انقلاب شعبه 15 آقای صلواتی، یعنی قاضی بدنامی به نام صلواتی، اونها رو محکوم کرده. آقای صلواتی به هیچ وجه حتی استانداردهای قانون آیین دادرسی کیفری ایران، قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی ایران را حتی رعایت نمی کنه. این بین حقوقدانان در ایران کاملا شایع هست که ایشون استانداردهای شخصی خودش را داره و ایشون در واقع منویات نیروهای امنیتی را دنبال میکنه. این چیزی که بیشتر در مورد اونها میدونیم این که اونها به ترکیه سفر کردن و در ترکیه پلیس اونها را دستگیر کرده و همراه با عده دیگه مسترد کرده.
این روند استرداد در حقیقت غیر قانونی بوده، به دلیل اینکه اونها رو باید به دادگاه در ترکیه می بردن و دادگاه اونها رو مستحق استرداد بدونه یا ندونه. وقتی اونها اعلام پناهندگی کردن به پلیس، پلیس اونها رو بایستی در روند دقیقی قرار میداد و این اقداماتی که انجام شده در موردشون، همه اونها به دلیل اینکه اونها افرادی از پایین دست جامعه هستن، افرادی هستن که صدای چندانی نداشتن و ندارن، به سادگی حکومت اونها را به شکل امنیتی باشون برخورد کرده و متاسفانه با حکم شدید اعدام مواجه شدن. خیلی متشکرم از شما حسین رئیسی، وکیل دادگستری از تورنتوی کانادا، و معذرت میخوام که اسم شما رو ما در ابتدا اشتباه نقل کردیم. برنامه صفحه دو هم که ساعت 10 شب به وقت ایران از تلویزیون بی بی سی پارسی پخش میشه، در گفتگو با وکلا و کارشناسان به جزئیات بیشتر این پرونده میپردازه. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دو نهاد حقوق بشری میگویند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های امنیتی طی دهه گذشته 355 نفر اعتراف اجباری پخش کرده. در جنوب و غرب آمریکا شیوع کرونا شدت گرفته، اما در فرانسه برج ایفل بازگشایی شد. در ادامه این برنامه، رویای صلح در شبه جزیره 70 سال بعد از آغاز جنگ کره. آمار مبتلایان به کرونا در جنوب و غرب آمریکا در روزهای اخیر افزایش شدیدی داشته، تا جایی که 3 ایالت نیویورک، نیوجرسی و کنتیکت گفتند مسافران ورودی از این مناطق باید قرنطینه شوند. تگزاس و فلوریدا دو مرکز مهم اقتصادی آمریکا از جمله ایالت‌هایی هستند که شاهد جهش بی سابقه موارد روزانه ابتلا بودند. همزمان در استرالیا 33 مبتلای جدید در یک شبانه روز شناسایی شدند که بیشترین طی 2 ماه گذشته بوده. بارون عباسی گزارش می‌دهد. سایه کرونا بر سواحل آفتابی فلوریدا، یکی از ایالت‌های آمریکا که در روزهای اخیر شاهد افزایش شدید شمار بیماران بوده، روزانه بیش از 5500 نفر. ما در فلوریدا شاهد انتقال بسیار سریع بیماری در گروه سنی 18 تا 34 سال هستیم. خیلی ها مبتلا شدند. درسته که تعداد آزمایش ها افزایش پیدا کرده، ولی به نظر من موارد ابتلا هم داره بیشتر و بیشتر میشه. اما تنها فلوریدا نیست. کارولینای شمالی و جنوبی، آریزونا، آرکانزاس، یوتا و آلاباما، همه نقاطی در جنوب و جنوب غرب کشور که آمار روزانه مبتلایان را تقریباً به بالاترین حد از آغاز این بحران رساندند. از آن سو ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی و کنتیکت که زمانی کانون شیوع کرونا در آمریکا بودند، حالا وضعیت بهتری دارند و میگویند مسافرانی که از 8 ایالت قرمز می آیند باید قرنطینه شوند. این تصمیم درستیه. ما 3 نفر در این 3 ایالت جهنم رو روی سر مردم خودمون خراب کردیم و حالا نمیتونیم دوباره مجبورشون کنیم به خونه اول برگردن. عقل سلیم حکم میکنه که از همه بخوایم مسئولیت پذیر باشن. اینکه اگر از ایالتی میان که میزان ابتلا در اون زیاده، کار درست رو انجام بدین و 14 روز خودتون رو قرنطینه کنین. همزمان افزایش انتقادها از رئیس جمهوری آمریکا برای برگزاری این کمپین انتخاباتی چند روز پیش در شهر تولسا در اوکلاهاما، یکی دیگر از شهرهایی که شاهد شدت گرفتن بیماری بوده. 6 کارمند کاخ سفید که در سازماندهی این رویداد دخالت داشتند به کرونا مبتلا شدند، از جمله 2 مأمور امنیتی. 10 نفر از همکارانشان هم به قرنطینه رفتند. در استرالیا صف‌های طولانی آزمایش کرونا در ایالت ویکتوریا بعد از شناسایی 33 مبتلا در 24 ساعت، بیشترین شمار موارد ابتلا در بیش از 2 ماه. دولت در تلاش برای فرو نشاندن این موج جدید به کمک ارتش با آزمایش شمار زیادی از ساکنان. ما میتونیم این موج جدید رو کنترل کنیم. عملکرد ما در مقابله با کووید 19 بهتر از تقریبا همه کشورهای جهان بوده. همین باید بهمون اعتماد به نفس بده که از این مرحله هم عبور میکنیم. در اروپا شرایطی امیدوارکننده تر. بازگشایی برج ایفل بعد از طولانی ترین دوران تعطیلی از زمان جنگ جهانی دوم، هرچند که بخشی از آن همچنان بسته است.
بسیاری اما همچنان مشتاق بازدید از مشهورترین نماد پاریس. حتی اگر با تعطیلی آسانسورها مجبور به بالا رفتن از پله‌های بی‌شمار باشند. منظره کم نظیر و دریچه‌ای به روزهای بهتری که همه انتظارش را می‌کشند. باران عباسی، بی بی سی. آمار رسمی جانباختگان کرونا در ایران از 10,000 نفر گذشت. وزارت بهداشت اعلام کرده در شبانه روز گذشته با فوت 134 نفر از مبتلایان، شماره کسانی که بر اثر ابتلا به این ویروس جانشان را از دست دادند به 10,130 نفر رسیده. مجموع مبتلایان هم بیش از 215,000 نفر اعلام شده. منابع بیمارستانی آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. وزیر بهداشت گفته استان خوزستان با اپیدمی نسبتاً سنگینی روبرو، اما شیوع بیماری در این استان تا چند روز دیگر افت خواهد کرد. مخالفت با طرح الحاق بخشی از سرزمین‌های فلسطینی به خاک اسرائیل دیروز به شورای امنیت سازمان ملل رسید. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، این اقدام را یکی از جدی‌ترین موارد نقض قوانین بین‌الملل توصیف کرد. هنوز دقیق روشن نیست که اسرائیل در چه روزی این سرزمین‌ها را به خاک خود ملحق خواهد کرد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. جلسه مجازی شورای امنیت سازمان ملل دیروز به یکی از آخرین اقدامات دیپلماتیک جامعه جهانی برای متوقف کردن اسرائیل تبدیل شد. نمایندگان دو طرف در دفاع از مواضعشان سنگ تمام گذاشتند. جامعه بین الملل یک تابلوی بزرگ و قرمز رنگ ایست نصب کرده تا از جان انسانها محافظت کند. اما ظاهراً اسرائیل مصمم است که این تابلو را نادیده بگیرد. اسرائیل فکر می کند بر اساس تجربه های قبلی جریمه ای در کار نخواهد بود. حوزه اختیارات دادگاه بین المللی برای دیگران است. تحریم برای دیگران است. اگر اسرائیل تصمیم بگیرد که حاکمیتش را گسترش دهد، این کار را در ارتباط با مناطقی انجام می‌دهد که همیشه ادعای مشروع تاریخی و قانونی بر آنها داشته. در همین جلسه نماینده آمریکا گفت که سازمان ملل همانقدر که نگران رفتار اسرائیل است، باید در ارتباط با عملکرد دولت فلسطینی هم به دنبال حسابرسی باشد. و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم ضمن تأکید بر لزوم گفتگو میان دو طرف و حمایت از راه حل دو کشور، تصمیم اسرائیل را نقض جدی قوانین بین المللی توصیف کرد. اینها فلسطینی‌های ساکن دره اردن هستند، کسانی که اگر دولت اسرائیل تصمیمش را اجرا کند، به زودی به ساکنان اسرائیل تبدیل خواهند شد، تصمیمی که با مخالفتشان روبرو شده. گروهی از اهالی دره اردن در اینجا جمع شدند تا به سخنان محمد اشتیه، نخست وزیر دولت فلسطینی، گوش کنند. اسرائیل و حلیفتها الولایات المتحده یقفا معزولین. اسرائیل و متحدش ایالات متحده منزوی شدند در برابر کل دنیا که میگویند این الحاق بر خلاف قوانین بین المللی و همه توافقهای امضا شده است و امنیت منطقه را تهدید میکند. راه حل دو کشور را از بین میبرد. جهان باید این جملات را با صدای بلند فریاد بزند. البته ساکنان دره اردن در کرانه غربی به این شکل هم اعتراض خود را نشان دادند و درگیری‌های بدون تلفاتی شکل گرفت. این هم تظاهرات پیشاهنگان فلسطینی در نوار غزه است که همزمان با جلسه شورای امنیت برگزار شد. فلسطینی‌ها می‌گویند که حتی اگر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طرح خود را عملی کند و بخش‌هایی از سرزمین‌های فلسطینی را به خاک اسرائیل ضمیمه کند، هرگز این تصمیم را به رسمیت نخواهند شناخت. تا امروز علاوه بر شورای امنیت، بعضی از کشورهای منطقه مانند عربستان و امارات هم از موضع فلسطینی‌ها حمایت کردند. همچنین اتحادیه عرب با تصمیم اسرائیل مخالفت کرده. این سرزمین‌ها که چشم اسرائیل به دنبال آن است، در واقع منطقه حائلی است که اگر به خاک اسرائیل ضمیمه شود، عملاً کشور مستقل فلسطینی دیگر مرزی با اردن نخواهد داشت و کرانه غربی رود اردن به سرزمینی تکه تکه در قلب اسرائیل تبدیل خواهد شد. در این منطقه مانند بسیاری دیگر از نقاط کرانه غربی رود اردن که بر اساس قوانین بین‌المللی سرزمین‌های اشغالی شناخته می‌شوند، گروهی از یهودیان در شهرک‌های خود زندگی می‌کنند.
کیوان حسینی، بی بی سی. 850 سرباز کره جنوبی که در جنگ با کره شمالی کشته شده بودند امروز در سئول به خاک سپرده می شوند. این اجساد در کره شمالی کشف شده بودند و طبق توافق رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی به کره جنوبی تحویل داده شدند. همزمان به مناسبت 70مین سالگرد آغاز جنگ دو کره مراسمی در دو کشور برگزار می شود. لورا بیکر گزارش می دهد. 70 سال گذشته و تنها کسانی که جرأت رویارویی با این موج‌ها را دارند، موج سوارها هستند. تفریحی که پدرانشان به آن دسترسی نداشتند. اما در سواحل گنگوان هنوز نشانه های جنگ دیده می شود. این زن زمانی که همسرش به جنگ رفت حامله بود. میگوید آخرین باری که او را دیده به یاد می آورد. دلش نمی خواسته به جنگ برود، اما بازگشتی داشته که او حالا به آن افتخار می کند. میگوید وقتی سربازان کره شمالی به سمت جنوب پیشروی می کردند، او و بچهش در جنگل ها پنهان شده بودند. میگوید اگر پنهان نمی شد، سربازها او را با خود می بردند. This is the city that was sold. گفته می شود بیش از 4 میلیون نفر در جنگ کشته شدند. بیشترشان غیر نظامی بودند. سالها آمریکا کره شمالی را بمباران می کرد. پناهجوها در جستجوی امنیت به جنوب مهاجرت کردند. بسیاری مجبور شدند خانواده هایشان را آنجا رها کنند. کیم سانگ هو یکی از آنها بود. او هنوز به اداره خط کشتیرانی کمک می کند که آن زمان برای مهاجران حیاتی بود. میگوید این قایق ها پر از خاطره‌اند. مردم فکر میکردن که روز بعد یا بعدش به خونه برمیگردن. روزها میگذشتن و اونها که عزیزانشون رو در خونه رها کرده بودن حالشون بدتر میشد. خون گریه میکردن. جنگ 1953 تمام شد. تنها با آتش بس و نه توافق صلح. بسیاری بر این باورند که نسل جدید کره جنوبی با تردید شاهد بالا و پایین رفتن تنش‌ها هستند. هر وقت که کره شمالی ما رو تهدید می‌کنه، یه خورده نگران و عصبی میشم. بعد از 70 سال تفرقه و زیان، کره جنوبی شکوفا شده و پیشرفت کرده، اما امید به صلح هنوز رویایی مبهم است. لورا بکر، بی بی سی نیوز، سول. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.